بیانیه 37 سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران. فصل اول، قیام‌های سترگ و سراسری مردم ایران. در حالی که این بیانیه در مرحله انتشار است، میهن ما پس از خیزش بازار تهران و خیزش‌های برازجان و خرمشهر در تیر ماه، بار دیگر در مرداد ماه صحنه قیام‌های سراسری است. تاکنون در شهرهای اصفهان، شیراز، کرج، مشهد، عراق، رشت، اهواز، قهدریجان، اندیمشک، دسفول، شاهینشهر، نجف‌آباد، قرچک ورامین و مناطق مختلف تهران بزرگ، خیزش و قیام و شعارهای مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر روحانی، آخوندها حیا کنید، مملکت را رها کنید و وای به روزی که مسلح شویم، زمین را زیر پای حاکمیت بحران زده و درمانده آخوندها می لرزاند و جهان شاهد این واقعیت انقلابی است که در ایران پایینی ها این حکومت را نمی خواهند و بالایی ها قادر به حکومت نیستند. همچنان که مسعود رجوی در پیام شماره 10 ارتش آزادی بخش ملی ایران گفت، این قیامی است تا سرنگونی و پیروزی، تداوم دارد، گسترش می یابد، عمق پیدا می کند، با مقاومت سازمان یافته پیوند و پشتوانه دارد، دشمن ضد بشر در برابر آن هیچ راه حل و برون رفت و برگ برنده ندارد. خامنه ای پس از 2 هفته سکوت در روز 22 مرداد اذعان کرد که قیام های مرداد ادامه قیام های دیماه است. اما به نحوی مضحک همه چیز را به آمریکا نسبت داد و گفت، رئیس جمهور آمریکا گفت 6 ماه دیگر شما خبرهای مهمی از ایران خواهید شنید. آن 6 ماه دیگر همین مرداد بود. همین قضایای چند روز قبل از این مرداد که چند جا چند نفری جمع یک شعاری دادند. دارند پول خرج می کنند، زحمت می کشند برای اینکه یک حادثه درست کنند. اینجوری از آب در می آید. تلاش رقتبار ولی فقیه 2 روز هم دوام نیاورد و یکی از سرسپردگان ولایتش درباره تلنبار ناگواری ها برای رژیم گفت، ناگوارتر اما وقتی است که عامل سومی به صحنه وارد می شود و در جلوی چشمهایمان محوری ترین سرمایه و اسباب اقتدار نظام یعنی پشتوانه مردمی من را از ما می رو بایند و بر موج مطالبات بسیار به حق آنان سوار می شوند. این عامل سوم و به تعبیر مقام معظم رهبری ضلع سوم مثلث با اهرم‌هایش که همان کانون‌های شورشی باشند، دیگر نه اصولگرا را می‌شناسند و نه اصلاح طلب را. همین اهرم‌ها که منافقین آن را در دهه 60 هسته‌های مقاومت می‌نامیدند، این روزها با پررویی تمام و با شعار عجیب و ناهنگام وای به روزی که مسلح شویم، به آتش افکنی در سرمایه بنیادین نظام که همانا نسل جوان این سرزمین باشند مشغولند. چه می شود کرد اگر که ادعای کسانی که می گفتند برانداز مسلح را می خواهیم به مخالف نظام و مخالف نظام را به منتقد نظام تبدیل کنیم هنوز هم در گوشمان زنگ می زند. آنها با همین ادعا سالها چون موریانه پایه‌های اعتقادی همین جوانان را خوردند و نه تنها کسی را به سمت نظام
و ارزش‌های آن نکشاندند، بلکه فرزندان جوان خودمان را به طعمه منافقین و کانون‌های شورشی آنها تبدیل کردند. آنچه امروزه شاهد آن هستیم، آتشی است که در سراسر این مملکت روزانه زبانه می‌کشد. اگر نگاه مردم خواهانه نظام ما به مطالبات برحق مردم نبود و اگر دست نیروهای امنیتی نظام برای مقابله با مردم معترض به نارسایی‌های واقعی باز بود، هرگز منافقین نمی توانستند این گونه در روشنای روز در هر گوشه‌ای از این مملکت جولان بدهند و هر کاری که خواستند بکنند. اینجاست که ضرورت هوشیاری و بصیرت نیروهای امنیتی و انتظامی ما حرف آخر را میزند، چرا که می توانند نقش خود را در شناسایی کانونهای آتش افروز منافقین ایفا کنند و صفوف جوانان احساساتی و البته غیر هوشیار را از دسترسی دسیسه های کانونهای شورشی دور نمایند. همچنین نقش رسانه های دلسوز انقلاب بسیار تعیین کننده است که با هشدارهای مکرر می توانند به افشای دشمنان منافق بپردازند و تا دیر نشده آژیر خطر را در هر مناسبتی و در هر مقاله و مطلبی به صدا درآورند. همین شخص زنگ خطر را درباره فضای مجازی به صدا درآورده می نویسد: به جرأت می توان گفت در فضای مجازی مربوط به تلگرام دشمن و به طور خاص سازمان منافقین خلق حاکمیت دارد. برای کسانی که با شگردهای این سازمان آشنا باشند، این سخن به هیچ عنوان گزافه نیست، بلکه عین واقعیت می باشد. فرهنگ براندازی که امروزه در شبکه‌های اجتماعی حاکم است را اگر نگوییم 100%، به میزان بسیار بالایی متأثر از ادبیات و لحن براندازانه و بسیار ملموس سازمان به اصطلاح مجاهدین خلق است. در اغلب گروه‌های تلگرامی، هم از گروه‌های سیاسی و خیلی از گروه‌های اجتماعی، این فرهنگ موج می‌زند. شاید باورمان نشود که خیلی از گروه‌های به اصطلاح اصولگرا و به ظاهر مؤمن به انقلاب نیز از خطر نفوذ فرهنگ منافقانه این سازمان در امان نیستند. به این میگویند حاکمیت مرموزانه و بی سر و صدا در پهنه‌ای که تا درون خانه‌های مسئولین نظام و در بالاترین سطوح ادامه دارد. این روزها می‌بینیم که خیلی از فرزندان افراد مؤمن و حزب اللهی و وابسته به نظام نیز تا فرق سر در فضای مجازی تحت حاکمیت منافقین فرو رفتند و متوجه نیستند. اپیدمی کانال‌ها و گروه‌های اجتماعی در فضای مجازی تلگرام مصداق محیط تنفسی آلوده‌ای را پیدا کرده است که کودکان ما تا خود ما و تا مادر بزرگ‌ها و پدر بزرگ‌های ما همه و همه در آن تنفس می‌کنیم و لاجرم از عوارض آن گریزی نیست. علی زارعی، تهران پرس، 24 مرداد 97. دو، قیام‌های دیماه 1396 که در روز پنجشنبه هفته دی 1396 در 6 شهر مشهد، بیرجند، نیشابور، کاشمر، شاهرود و نوشهر با خیزش اعتراضی مردم فرودست و به جان آمده بالا گرفتند، دوران نوینی در تاریخ انقلاب دموکراتیک مردم ایران را به ثبت رساندند. این قیام‌های مردمی و سراسری با گذشت یک روز در شهرهای بزرگ و کوچک در سراسر ایران و در بیش از 140 شهر در تمامی 31 استان کشور از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب کشور گسترش پیدا کرد. ایران زمین زیر گام‌های استوار و مشت‌های گره کرده زنان و مردان دلیر به لرزه افتاد. قیام کنندگان در آغاز با شعار مرگ بر گرانی، مرگ بر روحانی، مرگ بر دیکتاتور و سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن، با شورش علیه سرکوب و دیکتاتوری و ابراز انزجار از سیاست مخرب
و ویرانگر حمایت از رژیم اسد و جنگ‌ها و دخالت‌های تروریستی رژیم ولایت فقیه در منطقه، حرکتی را آغاز کردند که در کمتر از 24 ساعت به شعار مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر اصل ولایت فقیه ارتقا پیدا کرد. مردم به پا خواسته با صراحت اعلام کردند که برای نان، کار و آزادی قیام کرده و دیگر نمی‌خواهند به شکل گذشته زندگی کنند. استبداد دینی، رژیم جمهوری اسلامی و ولایت فقیه را با همه باندها و دستبندی‌های درون آن رد می‌کنند. شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا بر این حقیقت مهر تایید کامل زد. روز پنجشنبه هفتم دی از همان ساعت‌های اولیه خیزش مشهد، دبیرخانه شورای ملی مقاومت اعلام کرد تظاهرات مردم مشهد که از میدان شهدا مقابل ساختمان شهرداری آغاز شد، به سرعت منطقه وسیعی از شهر را فرا گرفت و جمعیت آن به 10,000 تن بالغ شد. تظاهر کنندگان شعار می‌دادند مرگ بر گرانی، دولت اعتدالی با وعده‌های خالی، یک اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه. ماموران نیروی انتظامی به منظور ارعاب و پراکنده ساختن مردم اقدام به تیراندازی هوایی و پرتاب گاز اشکاور کردند، اما جوانان آنها را هو کردند و گاز اشکاور را به سمت نیروهای رژیم برگرداندند. مردم شعار می‌دادند مرگ بر روحانی و مرگ بر دیکتاتور. همزمان با قیام مشهد، مردم شهرهای نیشابور، کاشمر، شاهرود، بیرجند و نوشهر و یزد نیز در اعتراض به گرانی و شرایط طاقت فرسای معیشتی دست به تظاهرات زدند. در نیشابور جمعیت انبوه با شعارهای نترسید نترسید ما همه با هم هستیم و ای جوان ایرانی بلند شو بلند شو، جوانان را به قیام و پیوستن به اعتراضات دعوت می کردند. در کاشمر مردم شعار می دادند غیرت هر ایرانی مرگ بر گرانی. خانم مریم رجوی با درود به قیام کنندگان مشهد، این قیام را مبین خواست عموم مردم ایران برای سرنگونی رژیم آخوندی توصیف کرد. صدها گزارش ویدئویی از طریق مردم و جوانان شورشی به طور گسترده در رسانه‌های مجازی و واقعی پوشش پیدا کرد و مهمترین رسانه‌های جهان در تیتر اول خود به این رویداد پوشش دادند. رویتر نوشت تصاویر منتشر شده تظاهرکنندگان مشهد را نشان می‌دهد که شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر روحانی سر می‌دهند. تظاهرکنندگان شعار می‌دهند سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن، و به این ترتیب اعزام نیروهای رژیم ایران در حمایت از اسد علیه قیام مردم سوریه را مورد اعتراض قرار می‌دهند. خبرگزاری فرانسه نوشت در مشهد، دومین شهر ایران و چند شهر دیگر، مردم در اعتراض به افزایش قیمت‌ها و بیکاری به خیابان‌ها آمدند و شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. در سومین روز قیام، رژیم آخوندی مذبوحانه تلاش کرد در مشهد یک ضد تظاهرات بزرگ با شعار جنبش سبز اموی پیرو راه رجوی راه اندازی کند. جنبش سبز اموی پیرو راه رجوی. رژیم همچنین در مصلای تهران مراسم نهم دی را با شعارهای مرگ بر ضد ولایت فقیه، مرگ بر منافق فتنگر و منافق فتنگر اعدام باید گردد برگزار کرد. 3. در همین روز قیام شعله‌ور شده در مشهد و شهرهای خراسان در شرق کشور با قیام مردم کرمانشاه در غرب میهن اوج دیگری یافت. در میدان آزادی کرمانشاه جوانان دلیر شعارهای نان، کار، آزادی، مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر روحانی را تنین افکن ساختند. مردم شعار می‌دادند زندانی سیاسی آزاد باید گردد. نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران. و سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن. تظاهرکنندگان علیه بی‌عملی رژیم آخوندی نسبت به زلزله زدگان کرمانشاه شعار می‌دادند و در اعتراض به چپاول اموال مردم ایران توسط ولی فقیه ارتجاع فریاد می‌زدند ملت گدایی می کند، آقا خدایی می کند.
در حالی که انواع نیروهای سرکوبگر رژیم و یکان ضد شورش نیروی انتظامی در سطح شهر کرمانشاه مستقر شده بودند، یکان ویژه با ماشین آبپاش در صدد پراکنده ساختن مردم برآمد. اما مردم صحنه را ترک نکردند و با شعار بیشرف بیشرف با آنها مقابله کردند. قیام کنندگان کرمانشاه تابلوها و پلاکاردهای رژیم به ویژه پلاکاردهای بسیج و سپاه را پاره کردند. نیروهای ضد شورش با باتون به شرکت کنندگان حمله ور شدند و شماری از مردم را به شدت مضروب و مجروح کردند. نیروهای سرکوبگر همچنین با باز کردن آب فشار قوی بر روی مردم در صدد پراکنده ساختن مردم برآمدند. زنان با شعار نیروی انتظامی خجالت خجالت، نترسید نترسید، ما همه با هم هستیم، مزدوران را به سخره گرفتند. سرکردگان نیروی ضد شورش با بلندگو می گفتند تجمع شما غیر قانونی است، منطقه را زودتر ترک کنید. اما مردم آنها را هو کرده و فریاد شعارهای زندانی سیاسی آزاد باید گردد، مرگ بر دیکتاتور و مردم نترسید، ای جوان ایرانی بلند شو بلند شو، نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، در آسمان کرمانشاه تنین انداز شد. روز جمعه قیام آشکارا سراسری شد و شهرهایی چون قزوین، زاهدان، خرم‌آباد، همدان، اهواز، ساری، اصفهان، قائمشهر، رشت، قم، قوچان علیه ظلم و بی‌عدالتی حکومت آخوندی به پا خواستند. مریم رجوی با درود به مردم قهرمان کرمانشاه و دیگر شهرهای به پا خواسته در روز جمعه گفت: دیروز مشهد، امروز کرمانشاه و فردا سراسر ایران. این قیام ناقوس سرنگونی دیکتاتوری سراپا فساد آخوندی و طلوع دموکراسی، عدالت و حاکمیت مردمی را به صدا درآورده است. دیکتاتوری فاسد و رو به زوال آخوندها در مقابل اتحاد و همبستگی ملی و مقاومت و پایداری و استمرار قیام‌های حق طلبانی شما بدون تردید شکست خواهد خورد. 4. روز جمعه در مشهد آخوند احمد علم الهدا نماینده خامنه‌ای در مراسم حکومتی نماز جمعه به عقده‌گشایی علیه قیام پرداخت و گفت: فتنه تنها دستاویز دشمن ماست. نمونه‌اش را توی جریان دیروز در همین مشهد شما دیدید. یک عده اراذل و اوباش جمع بشوند بگویند سوریه را ول کن، مشکل ما را تمام کن. این درسته؟ این درسته که یک منافقینی که رهبرشون یک زن هست بیاید بگوید تشکر میکنم از شما؟ این یعنی از حرکت شما حزب اللهی های کشور غضبناکند. یک زن رهبر منافقین بگوید من تشکر میکنم؟ هیچ وقت با هر فراخوانی نیایید توی عرصه. ببینید کیست که میگوید بیایید. یعنی شما فکر کردید اگر یک میدانی درست کردند برای مطالبه شما به نفع شما تمام میشود؟ خوب ببینید چه میکنید. یک گروه تروریست آدمکشی که 17,000 را به خاک و خون کشانده، ما از اینها توقع انصاف نداریم. طبیعی است که عربده کشی یک مشت خائنی که وسط یک عده مطالبه‌گر برحق آمدند به عنوان صدای ملت در مشهد و نیشابور و کاشمر و بیرجند نمایش می‌دهند. 5. رژیم آخوندی برای روز نهم دی به مناسبت سال روز سرکوب قیام‌های سال 88 از قبل بسیج کرده بود. اما در این روز تهران و بسیاری دیگر از شهرهای میهن به میدان قیامی سراسری تبدیل شدند. در خیابان انقلاب و در مقابل دانشگاه تهران پرچم‌های قیام سراسری هرچه بالا بلندتر برافراشته شدند و تظاهرکنندگان شعارهای مرگ بر اصل ولایت فقیه، خامنه‌ای حیا کن، مملکت و رها کن و اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا سر دادند. این شعارها در شهرهای دیگر نیز تنین افکند و نشان داد که طوفان قیام تا براندازی استبداد مذهبی با همه باندها و اجزای تشکیل دهندهش سر باز ایستادن ندارد.
در میدان انقلاب و مقابل دانشگاه تهران رژیم نیروهای ویژه پاسداران و یگانهای ضد شورش را برای پراکنده کردن تظاهر کنندگان به کار گرفت. اما دانشجویان شجاعانه با ماموران سرکوبگر درگیر شدند. همزمان در کرج، رشت، ساری، سبزوار، اهواز، قم، اصفهان، قزوین، سبزوار، بجنورد، شیراز، قوچان، شهر کرد، همدان، زاهدان و خرم‌آباد و در نقاط مختلف استانهای خراسان و کرمانشاه تظاهرکنندگان با شعارهای مرگ بر دیکتاتور با مزدوران سرکوبگر درگیر شدند. جنگ و گریز جوانان و پاسداران و بسیجیان خامنه‌ای تا نیمه های شب جریان داشت. در برخی از شهرها جوانان رو در روی مزدوران سرکوبگر رژیم شعار دادند وای به روزی که مسلح شدید. روز نه دی 6 تن از فرزندان دلاور شهر درود، حمزه لشنیزند، حسین رشنو، محمد چوباک، احسان خیری، محسن ویرایشی و محمد کهزادی در جریان قیام مردم و حمله نیروهای سرکوبگر خامنه‌ای به شهادت رسیدند. مردم درود تصاویر بزرگی از شهیدان را در شهر به نشانی تداوم راهشان نصب کردند. قیام و تظاهرات مردم روز ده دی نیز در شهرهای مختلف از جمله تهران، کرمانشاه، توسرکان، درود، گرگان، ایلام، شهریار، مشهد، چابهار، اردبیل، مراغه، ارومیه، نهاوند، نورآباد، خوی، سنندج، بهشهر، تاکستان، شوشتر، تبریز، رشت، خرمدره، ایزه و اصفهان جریان داشت. در توسرکان به دنبال حمله وحشیانه پاسداران یکی از تظاهرکنندگان به شهادت رسید. مردم شعار مرگ بر خامنه‌ای دادند و یک خودروی رژیم و بخشی از فرمانداری را به آتش کشیدند. علی مومنی فرزند دلیر مردم نورآباد از شهیدان روز ده دی ماه است که با شلیک مستقیم پاسداران ولایت خامنه‌ای جان باخت. در ایزه نیز در اثر شلیک مستقیم پاسداران دو تن از تظاهرکنندگان به شهادت رسیدند. در اهواز جوانان دلیر یک خودرو یکان ویژه را در اختیار گرفتند. در سنندج تظاهرکنندگان شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد سر دادند. و از شهرهای خرمدره، بهشهر، چابهار، همدان، علی گودرز و ارومیه تصاویر تظاهرکنندگان در حال سر دادن شعارهای ضد حکومتی و درگیری با مزدوران سرکوبگر در سیمای آزادی و شبکه‌های اجتماعی وسیعاً پخش شدند. 6. در روزهای 11 و 12 دی قیام‌های سراسری به اوج رسید و در نقاط مختلف نیروهای سرکوبگر رژیم به روی مردم آتش گشودند. یک اطلاعیه دبیرخانه شورا در روز 11 دی از شهادت دست کم 12 تظاهرکننده در جریان قیام‌های چند روز اخیر خبر داد و شورای امنیت ملل متحد آمریکا و اتحادیه اروپا را به اقدامات فوری برای جلوگیری از جنایت علیه بشریت توسط رژیم آخوندی فرا خواند. محمد ابراهیمی، حسین شفیعی زاده، نعمت الله شفیعی، شهاب حسینی، فرزندان دلاور مردم قهدریجان، نعمت الله صالحی، فرزند دلیر مردم جویاباد اصفهان و اصغر هارون الرشیدی، فرزند دلیر مردم همایون شهر در شمار شهیدانی هستند که روز 11 دی در حملات مزدوران جنایتکار خامنه‌ای جان باختند. طبق گزارش‌ها و تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی و سیمای آزادی منتشر شدند، در روز 12 دی تظاهرات مردمی و قیام و خیزش در 65 شهر کشور شعله می‌کشیدند و در بسیاری از شهرها درگیری‌های شدیدی بین مردم و پاسداران جریان داشتند. تهران، یزد، اهواز، دهلوران، کرج، رشت، قهدریجان، همایون شهر، کنگاور، تبریز، کرمانشاه، سنندج، ایزه، زرین شهر، قزوین، دهدشت، گیلان غرب و شهرزا، خرم‌آباد، توسرکان، نورآباد ممسنی، تاکستان، مشهد، فولادشهر اصفهان،
تبریز، زاهدان، کاشان، مریوان، ایلام و اسلام آباد غرب در شمار این شهرها بودند. حکومت آخوندی که روزهای 11 و 12 دی به کشتار و آتش گشودن به روی تظاهرکنندگان روی آورده بود، از روزهای بعد با اقدام به بستن اینترنت و شبکه‌های اجتماعی تلاش کرد تا از انتشار خبرها و کلیپ‌ها و همچنین اطلاع رسانی و هماهنگی کانون‌ها و شهرهای شورشی جلوگیری کند. از سوی دیگر قیام کنندگان تصاویر خامنه‌ای را در خیابان‌ها به زیر کشیدند، به نیروهای ضد شورش تهاجم کردند و موتورسیکلت‌های آنها را آتش زدند و با استفاده از کوکتل مولوتوف به مراکز سرکوب و امنیتی، کیوسک‌های نیروی سرکوبگر انتظامی و پایگاه‌های بسیج و سپاه پاسداران حمله کردند. Thank you.